تخت جمشید یا پارسه یکی از شهرهای باستانی ایران است که طی سالیان پایتخت باشکوه ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده است. در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران حکومت داریوش بزرگ، خشایارشاه و اردشیر اول بنا شده و به مدت حدود 200 سال آباد بوده است. بسیاری از آگاهی‌های موجود در مورد پیشینه هخامنشیان و فرهنگ آنها به خاطر سنگ نوشته ها و گل نوشته هایی است که بر روی دیواره ها و لوحه های آن حکاکی شده است. صدها سال پس از حمله اسکندر و عرب و در زمانی که یاد و خاطره پادشاهان هخامنشی فراموش شده بود، مردمی که از نزدیکی خرابه های پارس عبور می کردند تصور می کردند که این همان اورنگ جمشید است که فردوسی در شاهنامه از آن یاد کرده. به همین خاطر این مکان را تخت جمشید نهادند. بعدها که باستانشناسان توانستند خط میخی کتیبه را ترجمه کنند، متوجه شدند که نام اصلی آن پارسه بوده است. پس از ورود اسلام به ایران نیز این مکان را محترم می شمردند و آن را هزار ستون یا چهل منار می نامیدند و با شخصیت هایی همچون سلیمان نبی و جمشید ارتباط می دادند. همچنین یونانیان این مکان را پرسپولیس خواندند. آنطور که در منابع گوناگون آمده، ساخت تخت جمشید در حدود 25 سده قبل در کوه رحمت و در زمان داریوش بزرگ آغاز گردید و سپس توسط جانشینان وی با تغییراتی در بنای اولیه ادامه یافت. در ساخت این بنای باشکوه، معماران، هنرمندان، کارگران، زنان و مردان بیشماری شرکت داشتند که علاوه بر دریافت حقوق، از مزایای کارگری نیز استفاده می کردند. معماری تخت جمشید به دلیل استفاده از ستونهای چوبی مورد توجه قرار گرفته است. معماران فقط زمانی از سنگ استفاده کردند که بزرگترین ساجهای هند اندازه لازم برای تحمل سقف را نداشتند، در حالی که ته ستونها و سرستونها از سنگ بودند. برای روی هم گذاشتن سنگها ملاتی به کار برده نشده، بلکه دو سطح را چنان می تراشیدند که به خوبی روی یکدیگر سوار می شدند. ستون‌های تخت جمشید در نگاه اول یک پارچه به نظر می‌رسد، اما در حقیقت تکه تکه هستند و روی هم سوار شدند. راز پایداری آنها در مقابل زمین لرزه در محل اتصال این تکه هاست، جایی که به وسیله سرب مذاب به هم متصل شدند. ساخت این مجموعه بزرگ و زیبا بنا به روایتی 120 سال به طول انجامیده است. این کاخ وابسته به خشایارشاه می باشد، از این رو به آن کاخ دروازه کشورها نیز می گویند، چرا که نمایندگان کشورهای گوناگون وارد آن می شده و سپس به کاخهای دیگر می رفتند. آپادانا از قدیمی ترین کاخهای تخت جمشید است. این کاخ که به فرمان داریوش بزرگ بنا شده برای برگزاری جشنهای نوروزی و پذیرش نمایندگان کشورها به حضور پادشاه استفاده می شده است. این کاخ دومین کاخ وسیع تخت جمشید است که در شرق کاخ آپادانا قرار دارد. تالار مرکزی 100 ستون داشته و به همین علت به این نام مشهور است. خزانه شاهی ساختمانی بزرگ با دیوارهای ضخیم است که در شرق کاخ ملکه قرار دارد. پس از سقوط تخت جمشید، اسکندر اشیای قیمتی خزانه را که بزرگترین خزانه هخامنشیان بوده، با 3000 شتر و تعداد زیادی اسب و قاطر به محل دیگری انتقال داده است. این کاخ کاخ خصوصی خشایارشاه بوده و در مرتفع‌ترین قسمت تخت جمشید قرار دارد. به خاطر نفرتی که آتنی‌ها از خشایارشاه داشتند، احتمال می‌رود آتش‌سوزی از این مکان شروع شده باشد. وسعت کامل کاخهای تخت جمشید 125,000 متر مربع است. اولین کاوش‌های علمی در تخت جمشید توسط ارنست هرتزفلد آلمانی در سال 1931 تحت نظر رضا شاه صورت گرفت. هرتزفلد معتقد بود دلیل ساخت تخت جمشید نیاز به محیطی شاهانه و باشکوه.
نمادی برای امپراتوری پارس و مکانی برای جشن گرفتن وقایع خاص به خصوص نوروز بوده است. باور تاریخ‌دانان بر این است که اسکندر مقدونی در 330 پیش از میلاد به ایران حمله کرد و تخت جمشید را با آتش کشید و بخش اعظمی از کتاب‌ها، فرهنگ و هنر هخامنشی را با این کار نابود کرد. با این حال ویرانه‌های این مکان هنوز هم پابرجاست و باستانشناسان از ویرانه‌های آن نشانه‌های آتش و هجوم را تایید می‌کنند. از بناهای بر جای مانده ورودی اصلی تخت جمشید است که به کاخ آپادانا معروف است و شامل یک تالار مرکزی با 36 ستون و 3 ایوان 12 ستونی است. در سنگ نگاره های تخت جمشید هیچ کس را نمی توان در حالت خضوع یا سرافکنده دید و نمایندگان ملل نه به عنوان شکست خوردگان یا برده، بلکه همه به طور یکسان عضو جامعه بزرگ جهانی هستند. همه ملت ها از مات ها تا هندی ها، آفریقایی ها و یونانیان همه به صورت شخصیت مستقل نقش شدند و مردم همه ملل آزاد بودند تا از لباس، فرهنگ و زبان خود استفاده نمایند. هیچ گونه سعی در برتر نشان دادن پارسی ها نسبت به ملل دیگر را نمی توان دید. 8 کتیبه باستانی مربوط به زمامداری داریوش بزرگ در زیر ستونهای کاخ آپادانا کشف شده است. این کتیبه ها از جنس طلا و نقره می باشند. همچنین در حفاری های انجام شده تعداد بسیاری کتیبه های گلی یافت شد. پس از ترجمه 3 موضوع مهم مشخص شده است. تخت جمشید نه فقط یکی از پایتخت‌های دوره هخامنشیان به شمار می‌رفته، بلکه الگویی برای ملت‌های دیگر هم بوده است. بعدها در استخر و نقش رستم به تقلید از پارس آثاری به وجود آوردند. این گونه تقلید به خارج از کشور هم نفوذ کرد و حتی در تزیینات و طرح‌های آکروپولیس آتن هم مشخص است. با روی کار آمدن رضا شاه و نیاز به راه اندازی نهادهای مدرن، گونه‌ای جدید از معماری به وجود آمد. معماران در آن دوره تلاش می‌کردند شکوه از دست رفته ایران را با الگو گرفتن از معماری باستان بازسازی کنند. ساختمان کاخ شهربانی را کامل‌ترین نمونه برداری از کاخ‌های تخت جمشید دانستند. در دوره نو و با پیدایش حس میهن‌پرستی در میان ایرانیان، تخت جمشید اعتبار بسیاری یافت. در زمان حکمرانی دودمان پهلوی به این بنا توجه فراوانی گردید و محمد رضا شاه جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی را در این سازه کهن برگزار کرد. با آغاز رویداد انقلاب اسلامی این سازه را یادگار شاهان خواندند و بسیار مورد بیمهری قرار دادند. گزارش‌های موجود است که صادق خلخالی پس از تخریب آرامگاه رضا شاه قصد تخریب آرامگاه فردوسی و پارسه را هم داشته. اما این مسئله با مخالفت دولت موقت از جمله وزیر فرهنگ پرویز ورجاوند، استاندار فارس نصرت الله امینی، آیت الله طالقانی و مقاومت مردم مرودشت در این امر ناکام ماند. امروزه می توان تخت جمشید را نام‌آورترین و دوست داشتنی ترین سازه در ایران و همچنین نماد شکوه گذشتگان دانست. ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید.